پاییزه دیگه پاییزه و بیا بشین بیا بش هواست دزده هوا <تص> دزده هواست دزده هوا میگن گفتی هواست دزده نه آقا ایمان سیبیل گذاشتی بله الان دقت کردم به بچه ها میدینید که نومبر همه اون سیبیل بذاریم من پایم نه خدا وکیلی گوش بده گوش بده گوش بده نوامبر خدایی همه من تو من مثلا یه فکر کنم 6 هفت سالی از با تیغ نزدم صورتم و. سی اکتبر بزنیم شب عزور. سی بهنام چقدر دقیقه تو میشی؟ مهدی مهدی برد. الو انتونی بوردین آه. سیمیت نکنه مشکل داره وای سیمت مشکل داشته باشه دیگه نداره علی دوباره این خیل. سریع زشت میشه دوباره سریع ایمان اومده دسته من چی؟ سری میکروفون تو من میکروفون من خودم رو از سر کامپیوتر وا میکنم میزنم اینجا این میکروفون من از اسم میزنم روش سیم لاک بزنیم زیرشو ها میتونی بدون چیز نه اینو که آخه اون دفعه اسکوز دو... سیم خرابه چون کار نمیکنه دیگه نه این آخه دو تا بود یکی یکی دور کوالیتی خوبی آه آره کارون که ornament. میکروفون هم دست, نمی؛ دست نمیگیره استن, استن نمیذاره هدفون هم که دیگه آره تموم شد آره هدفون نشوشی سرویسه فرضا خوری آقا تو هدفون رو گوشته نمیدونی داری توی صحبت میکنی یا نه نه از افتا هم میگم دیگه حالا خوبه واسه اپیزود خودش هدفون فرها دو بگی بیا اینو بزن حاله میخوای برای سیسش فقط بذاری مثلا فقط بگیم وایرلس سیس بایلس رو بگیری چه خیلی خوبه چیکار کنید؟ در حال آماده سازی هستیم برای جابجایی زا جابجایی چند تا باکس دارید زیاد زیاد اینا فکر فقط 20 تا باکس گله گل گول؟ و گلدون آره گل نه گل گول نه گل <laughs> خیلی باکس دارید آره باکس زیاده بنده با دوازده باکس دوازده تو اضافه اضافه, اضافه هم داشتی نه چیزایی غیر از باکس هم بود خورد ریزی خورداریز. آره ولی دوازده تا باکس کلا چیزایی که با مایک بردیم اینا ده مایک مایک یکی چیز یکی مسیج زده گفته بودش که این قضیه دی که میگی چیه همین ده کوین ها این یه خودش این کجا داره صحبت میکنه صدا من میاد چون من میشنم صدا خودم رو چکه نهاره صدا ما فقط نمیاد بله تو آروم صحبت میکنم <Oliver> ولوم صدای من رو با تو خودت خیلی لطیف و yani ملیح و اینطوری صحبت میکنی من من از اون تم صحبت کنم میگیره داشتم از یه رو میگفتم آره ده رو داشتم میگفتم یه مسخره که فرهاد انداخت تو جون ما دیگه هر چیزی که ده نمیگیره رو ما یه میذاریم اولش و اه... ده خیلی سیفه همه چی ده میگیره نه بابا چه ما همه چی میگیم نه ولی خیلی زیاده که دی نمیگیره رو وقتی دی ده میذاری اولش خیلی زشت میشه مثلا مثلا آخو. الان یادم نه الان نمیدونم خیلی ده تو مثلا تو بازی استفاده میشه ایمیل میخوام بنویسم فکر کنم به خاطر همین ده یکی میگیم ده های می اصلی رو شک میکنم الان مثلا, میگی... مثلا نمیتونی بگی I have the chips I have to مثلا میگن I'm چیپس یه آره یه کانسپت آره ده دارو مثلا ده نه این باز درسته ده دارو چه درست باشه I'm gonna have the drug تلفیقیه چرا دیگه ده میشه نه نه اینی که ما میگیم هیچ پای و اساسی نداره فقط ده میزه مثلا ده سلام آره دنبال این نباش که چیزی از توش در بیاد این فقط برای اطلاف وقته چون خیلی وقتایی گرانبه هایی داریم بعد دیگه چه خبر هفته سریال چیزو من دارم خیلی قدیمی دار از اول دارم میبینم کالسال سال چرا میگی سال خوش میگه سال نه سال سال بابا بریکنگ بده سال سال شما میگم خیلی خوبه سال 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 واقعا سال آره درستم. من یه فکر کنم یه سیزنشو دیدم بعد برکینگ بعد ولی به خوبی <applause> <applause> نگره آره, آره به خوبی اون که نیست ولی کاراکتر سال خیلی با. دوزی هم. و شیادی که اینشون دارن خیلی خوبه آره. زیاد داریم دوزی و شیادی با اعتماد به نفس کارش انجام میده ام... فرنازو بگیم آره فرناز چه یا میخوای تو اپیزود بگیم نه فرناز بذار تو اپیزود میگیم نه فرناز تو چی چیزی جدیدی شروع نکردی به دیدن بعد سوپرانو رو دارم ادامه میدم ببینم مال چه سا خیلی با من تا اون نیدم قدیمیه دیگه یه چیز 90 آره 90 خورده یه 97 8 ایناست بعد درد اگه... میخوره آره اگه نه. مافیا دوست دارید باحاله خیلی به نظر من سریال مافیا کاری خیلی... سرگرم کننده است دیگه یعنی چیزی نیست که درگیرش ولی سرگرم میشه کرایم کمدی نه کرایم مافیای نیوجرسی بعد ولی خیلی خوب بازی میکنن بازیگرات عالی خیلی معتقدم بهترین چیز دیگه بهترین تی وی سریزه جدی بهترین تی وی سریز خیلی من آدمای که و دیگه ممیده. نه ممیده. بهترین من ولی خوبه من حال میکنم <تصحنت> 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 بعد من هنوز دارم چیز ادامه میدم مارول سریز نگاه نه اون که ب... تام سهش نگرفت منو یک و دوش بالتر دوش من همه میگفتن دوش بده ولی من دوش رو بیشتر دوست داشتم سهش واقعا نگرفت من تو به و اینجا ببین اون دو خیلی خنده دار بود بعضی جاش خیلی ببین یه جاش بود یارو حالا کسایی که نیدن ببینیدی خیلی مال خیلی قدیمه یارو زنه داره یکی گرگان گرفته هی بهش چاقو میزن اینا بعد شوهرش میاد خونه میبینه که اینه گرگان گرفته بهش چاقو زده و میگه هانی یکی رو خیلی خنده داره خیلی خیلی باحاله من حتما پیشنهاد میکنم ببینیدش دیگه دارم مارول رو میبینم چی دیدم دکتر استرنج دیدم این هفته دکتر استرنج نشده جدی آره بگید. همراهی کل چیزش رو باید ببینی سیریزش رو باید ببینی و خیلی مهمه که هیچ کدوم اسکیپ نکنید چون که داستان هر کدومشو آره میگن که, که کجا اومدن آره. حالا دو ترتیبم داره میدونی که ترتیب این که فیلم ها ریلیس شدنه و ترتیب واقعی مثلا تایم‌لاینش. تایم آره، لاینش آره، آره. بکنم به فیلم ها ریلیس آره، ریلی بهتره آره، 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 آره. اره اون ج... آسون میشه ولی به طرز فیلم ببینی چیز تره آره با مثلا یو یکی میاد نمیدونی چیه اره اره باحاله خیلی باحال من بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینید ولی بعضیاشو باید دیزنی پلاس بگیریم خنده داره خیلی خنده داره یعنی نیاز داریم الان نیاز هنوز اون لول نداره ساز گوشه نو شد آدم‌ها جدید اومدن ها نه چون که ما از اون داریم از اونها سابسکرپشن می‌گیریم سابسکرپشن فتوشاپ و چیز اینا رو ما داریم از اون ور می‌گیریم 42 دلار یو اس در ما اونها خیلی ما بردیم پس مبادله کالا با کالا آخه فتوشاپ دارم اگه بخوام اون فتوشاپ تو به درد خودت میخوره عالی کارم انجام میده. ببینید این کارا رو نکنید فردا روز میاد بر علیه استفاده میکنن ما حرف نمی آره علیه آره بر نداره این هفته چیزو درست کردم بر نداره همیشه من جو شنیدم بر علیه میگن علیه خودش علیه و دیگه توی به قول معروف چی؟ اگه دبیرستان واقعا رفته بودی تو زبان فارسی برو با من دبیرستان رفته بودم اینو یادم نمیموند دبیرستان رفتم ولی اینو یادم چی؟ چراغ فرمون خیلی وقت بود که خراب بود نه سوخته بود تبریک بعد خلاص من تحقیق کردم خیلی سخت بود درش بیارم چرا رو مرد خونه شد. <applause> بعد ببین انقدر صف بود اون شیشه رو <applause> یه لحظه حس کردم هم... شکستن یکی از فاکتورا بود یه لحظه حس کردم کل خ... <applause> بدنم داره دور اون میچرخه <applause> جای اینکه <applause> من اونو باز کنم خیلی سخت بود خب بابا تو فره دیگه باید سیل کامل باشه شما تو این موقعیت ها فوش میدین یا نه من خیلی فوش میدم من در خونه, خونه میام تو فوش مادر میدم <تصفح> اصلا مهم نیست یعنی کفش هم که در میارم یه دوتا فوش و یکی باید بخوره برات بعد مثلا چرا گذاشته اون گوشه اون بالا خب وسط میذاشتی اولا فوش فوش زیاد نه خب داره اون وسط میکنم میدونم دلیل داره ولی خب <تصفيق> <تصفيق> کسایی که تو زندگیشون فوش کم میدن من نمیتونم بهشون اطمینان کنم آره اینا خیلی آدمای خیلی سخت تو خودشون میرزن همون دیگه سخته کسی که تو خودش میرزه یو انفجار بده دیگه همه رو میگیره داره برش ولی نه من, من در روز الان مقدار فوشم خیلی رفته بالا و خیلی ناراحتم از این موضوع یعنی احساس میکردم آدم باشوریم ولی الان فهمیدم که خیلی بیشور نه اون چیز نیست که باشور یا باشی به نظرم فوش دادنه حالا یه روز که چون کلام به خود فوش دادن یه <applause> انتقاد میشم بهت بکنم به من شخصی بگو یا اسم الله تو خیلی چراغ اضافه تو خونت روشن میذاری آره <applause> الان حتی چراغ حودت هم روشن میدینی اکی یاد گرفتن همیشه روشن می اتاقش هم الان روشنه نه خاموش میدونم از کی یاد گرفتی کی الان ایران اسمشو آها آره کی ایمان ایمان ببین من خب یه مدت با ایمان زندگی میکردم دیگه دوست مشترک دوست مشترک یعنی خودم که ایمانم اونم ایمان. اومده بود توی برنامه و آره تو برنامه اون اصلا دلش میگرفت وقتی خونه اا چرا ااب... همه آه. چراغاش روشن نبود یعنی حتی چراغ توالت هم مثلا اینجوری شستی چراغ توالت روشن باشه فنی فن داشت که انگار صنعتی بود همه <SaintKay> <تص J2> <تص في ecııhan> رو میکشید نیاز داشت اون خونه به اون فن نیاز داشت <تصفح> ولی دیگه آخه ببین خونه باید یه ذره نور داشته باشه بابا این ]یا. همه نور یه چیز باحال که خونه خونه‌شوش تو دستشویش یه تابلو داشتش که بشینید حتی شما دوست <تصفح> آره، آره، آره. اونا آخ... اونا دیگه ورژن روزای آخر, آخر آره. <تصفح> آره، بود <تصفح> آره یاش بخیر رمز وایفای هم نوشته بود رو در که وارد شدی قبله و رمز وایفای هم جنس بود جوابات من کارو آره خوشگل مبارکه میخوای بیاری بالا یه دونه بریم سر اپیزودمون دکمهمونرو میزنیم سلام اینجا خودی از پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم مامان ببخشید فرناز و فرزادم مامان <applause> سلام سلام جونم براتون میگه که اپیزود 253 بقید. و نمیدونم خورشید از کدوم طرف در اومده مهربون شدی شما قره فرزاد جان قره امروز این اپیزودو برن ام... اول درخواست کرده بودن درخواست زیاد یه آب بخور تو یه آب آره درخواسته خیلی زیادی شده بود که فرزاد اپیزود بره منم واقعا خوشحالم که فرزاد داره چون واقعا نمیرسیدم این, نمیتونست. اصلاً این نمیتونست. <تص> هفته نمیتونستی که داشتی <تص> اصلا نمیتونستم جونم براتون میگه که اپیزود هفته پیش 252 فرناز خیلی گرفت یعنی اصلا همه خوششون اومده بود همه کلی خندیده بودن به بدبختی من نمیدونم چرا <تصفح> خیلی فهمیدیم همه رزلن یعنی... آره آره بعد خیلی پیشنهاد داد دادن که بیایم در خونه تو این کارم بکنیم اون نمیشه این کار فقط به خاطر اینکه این رزل اینجا بود شد وگرنه نمیشه بیدار نمیشه حتی چرا در محکم بزنید با... ببین من فکر نمیکنم سه بار در زدیم نه دو <تص> بابا فیلمش هست نه نه اون تق تق میگی نه نه تو سه مرحله در زدی من فکر کنم دو مرحله, مرحله زدی همون یکی همون اول اولشه دفعه سوم دیگه گل آوردیم <تصحیح> نه حالا شاید من نمیشه ممکن. ولی احساس کنم خیلی طولانی بود تا من بیدار شدم یعنی اون قدم سری نبود تو ذهنم چون اینطوری که در خورده من بیدار شدم بعد من فیلمشو اینا رو هم گذاشتم دیگه آره من فکر میکنم کم بذاری اونید. چرا جالب بود من خیلی قشنگ من خودم تو فکر صورتی تو, فکرم <تصفح> بود که بذارم به تکس بدم فیلم ها رو بدم بعد خودت تکس دادی نه آره آره من میخواستم بذارم یعنی تو ذهنم بود و اینا ولی خوب شد که این اتفاق افتاد چرا نه با یه سری ها انتقاد کرده بودن که من خودم با همه شوخی میکنم ولی خودم جنب شوخی ندارم واقعا اینطوریه با شاید واقعا اینطوری باشه آه، یعنی میتونم قبول بکنم اگه این همه تخریب کردی فرهاد یک کلمه نگفت ببینید بابا این که سهله بیچاره سپه <تصفح> او، اون بیچاره آره. من بره. تخریب شخصیتی آره میکنم از از درون نکن بعد دیگه بعد چی گفتی بعد دیگه گفتم بگو خودم هم ادامه دادم چاله یه چیلی بک رفتیم فهمیدن همه که بعد ادامه بدی جونم براتون بگه که چه خبر هفته چطور بوده ردیفین من من خیال کارو راحت کنم اسکرین پروتکتور رو سفارش دادم با <تبرک> تبریک میگم ولی هر نرسیده نمیدونم چرا بابا نشسته و دو تا گوشی با هم مقایسه میکنه این بهتره یا اون بابا بگی مشکل داشتم من, من, چقدر اسکرین پروتکتور عوض کردم مدت پرتکتور اون چه تا لب صفه میاد زود میشکنه یکی دیگه خب همین یکی دیگه, دیگه اون وقتی دیگه رو که تو گذاشتی سرچ کنی میدیدی سر میز نشستی سر میز شام بود دیگه بازی لیکرز آقا تبریک هم میگم آرسی آره تبریک میگم اومد برم تو آره قهوه به تو نرسی؟ یه خونم ما پرتغال ریختیم تو قهوهش عجیب من خواهم میاد جدی؟ آدی شب کم خوابیدی فردا رو چیکار کنی؟ فردا رو بگو یک شنبه ای که گذشته ما این تویچ دایب تویچ داشتیم کجا گذاشتی ب... برنامه رو؟ هنوز نذاشتم چون که همه خمف. جواب ندادی تو هیچی نگفتی دیگه فکر کنم منتظرم که تو هم یه نظر اوکی دیگه نه <applause> بایده. تو منتظر من بودی به خدا چرا منتظر نه بذار بره اوکی بود من نگاه اون دومی دو که خط گذاشتی اینا چون تو بود. هم توش دخیلی احترام متقابله دیگه نه دیگه اوکی احترام پذیر نیست نه احترام وقتی که موقعی که ایده رو میزنی صحبت کنی نه اینکه وقتی برنامه رو چیدی این خوبه یا نه أوه. چی از جای دیگه داره میاد این حرف میگه احترام میذاشتم میگم احترام وقتی که از زختی ای ایده رو میزنی بگی دیگه دفعه قبلش ت... صحبت کردیم دیگه همینجا بودیم سو یهو گفتیم این کارو داریم میکنیم آره نه نه من میخواستم بر خودم بکنم بعد فرهاد گفتش که چرا مثلا همه با هم انجام ندیم چرا آقای راشدی نه آره بعد دیگه گفتم <تصفح> که همین آقای وای <تصفح> باشه <تصفح> 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 دیر نشه خب الان با. 24 ساعت دیگه است نه نه چون توییتر خودم گذاشتمش م. بعد م. <تصفح> ولی توی جاهای پابلیک از جای <تصفح> نذاشتم دیگه بریم سر ببین نه نمیشه نمیتونم دو جا همون یه جا شما الان مشکل دارم چه روزا بعدا میتونی چیز کنی دیگه بعدا میخوام تیکه تیکه رو هایلایت بزنم آپلود آره من که هایلایت ها رو درست میکنم ولی خب حالا که شما الان که میشنوید دیره ولی از 9 تا نه و نیم صبح ما تا سئو این <applause> اتفاق افتاده میتونیم هایلایتش رو ببینید آره ببین. میتونید ببینی. ما استریم داشتیم که خیلی هم عالی بوده بریم سر اپیزود بریم آقا بریم چی آوردی برامون هفته میخوایی در مورد چی صحبت بکنی اه جون اولا که خیلی ج... دوباره تجربه خوبی بود من اپیزود دومیه دو که میام خود کس تاپیک دارم و اپیزود دا اول خیلی تحقیقات اینا توش کم بود تجربیات بود این, این سری سع... سعی کردم یه سری تحقیقات اینا هم بگنجونم توش که اه همه راضی باشه آره <تصفح> فی فی بشه آره <تصفح> شروعش رو میخوام با یه خاطره برم جون جالبه. و ربط همه می خاطر. می خاطر داره همه میدونی نسخ خاطره تو خاطره هم. خاطر از این داره خیارشیری داره... برای بگی که <تصفح> <تصفح> ببریم خاطر مال تقریبا پنج سال پنج شیش سال پیشه که من یه روز از دانشگاه برمیگردم خونه عصر بوده دیگه صد در صد میام خونه و میرم دو تا میاد کنار من آقا بسری یه رفته یه موتوری دنبالشه بس شما اینقدر خیلی زشته که پخته و امیرا <میقا> حالا شما نامیان از من دفاع می‌کنید بله بله کمپین رو این, این دوست میام خونه میرم تو اتاقم و میبینم که روی میزم یه چند تا قناری شد های جک کردن بسیار انگاه چوک میگه؟ اون دینگیری دینگیری تا حلقه شدیدیم خب خیلی در دیتیل وار میری میرم تو اتاقم روی میزم یه سری میخواد سازی <applause> بگو چند تا نامه بود از جای مختلف و یه مجله خب خیلی عجیب بود این مجله به خاطر اینکه از ویکتوریا سیکرت اومده بود و روی میز من بود کنار نامه هایی که مال من بود حالا خانواده آورده بودن نامه ها رو این مجله هم بود من ریاکشن اولم به این مجله این بود که آقا خب این مال من نیست از هم میدونستم از همه خانواده ما هم نیست <applause> ما... و ریاکشن هم برای بود که این اشتباه تو پست اتفاق افتاده شاید مال همسایه بوده شاید یه اتفاق افتاده اومده حالا چرا تو فکر بود که چرا میز منه حالا مثلا چرا بابا من این رو که پشت مجله رو دیدم دیدم آقا اسم مشخص آره اسم مشخص همه چی مال منه یعنی حتی اسم کامل لیگال نیم اسم هم. اسم قانونی شده بعد اومد خدای بعد حالا مجله هم که من تا رو نیده بودم مجله به قول ایمان نیمه بریان بود بله. <تصفح> همه مدل و اینا و مال لباس زیر بانوان <تصفح> همه آشنایی دارن دیگه پس من ویکتوریا باز رو آره بعد خیلی عجیب بود اونا اولین چیزی که فکر کردم فکر کردم ایمان اون دوست مشترکمون نتو تو آره و یکی از دوستا یه خشار که اینا خیلی با ما اذیت میکنیم همون اینا مثلا منو سابسکرایب کردم به این مجله که اذیت کنم من زنگ زدم بهشون شاکی و اینا چون مثلا میدونستم هیچ چیز دیگه آقا چرا این کارو کردین و فلان خانواده و اینا گفتن آقا ما به خدا ما نبودیم اگه راست شما ما نبودیم ولی کار جالبی اگه هرچی کرده خیلی باحال و از اون سمت خونه با خب به ما مثلا سوال آره شروع شده رو چش اینا که مثلا یادم با ما گفت چند سالت بود میگم مثلا 20 سالم بود دیگه آره آره مثلا با من میگفت که حالا رفتی خرید کردی آدرس خودت نمیدادی ما حالا خود مجله پلی بوی نه دهنه چی میگن آشا دهنه دهن سوالی که هست برای کی خرید کردی آیا برای خودت خرید کردی یا خلاصه بگذاریم دیگه این نفهمیدم اون مجله که من نفهمیدم و اینا تا هنوزم داریم میاد نه تا دوباره ماه بعد یه نسخه جدیدش <applause> اومد حالا یادم نیست ماهیانه بود یا دو ماه بار ولی نسخه بعدش اومد و دوباره آ این سری من خودم پستو چک کردم و دیدم دی نذاشتم بره تو خونه خودم اومدم گذاشتم کیفم و فلان بردم تو اتاق بردم تو اتاق <تص> دوباره گذشت و من کاری نکردم حالا مشغول بودم دفعه سوم سو که نسخه من شاکی شدم یه ترسیده بودم آقا مثلا این اطلاعات من از کجا کی آورده فلان و اینا زنگ زدم به کمپانی ویکتوریا سیکرت گفتم شاکی که آقا آدرس من و اسم من ها کی گرفته فلان اینا و گفت یه ذره من رو گذاشت رو طول کشید و اینا رفت گفت ما با, با کمپانی هایی که کار میکنیم به حالا ازشون اطلاعات میخریم اسم تو توی یکی از اون لیستا بوده و در واقع ما اطلاعات تو رو از اون کمپانی خریدیم از دیتا بیس اونو. و اسمش هم گفت وقتی اسمش رو گفت فهمیدم که آره من مثلا یک سال قبلش یه در واقع داروی خریده بودم واسه ترمیم جوش های صورتم که خب تو اون آنلاین چیپ میشد و اینا همه اطلاعات هم دقیقا بودن داده بودن و اون زیر هست که میگه مثلا قبول میکنید ترمز زنگ کاندیشن این بوده که آقا ما تو هر موقعی که صلاح بدونن میتونن اطلاعات مشتریشون بفروشن بله. و, اتفاق و اون تو اون تماس فهمیدم که او اوکی اینطوری بوده کسی مثلا نمیده اسم ما رو چیز کنه اینا تو اون لحظه میخواستم بگم آقا اوکی بازم بفرستید بیاد <تصفح> <تصفح> ادامه بدید چی؟ پامیتور مجرانی آره محبه. بعد پولی بود <تصفح> نمیدونم چجوری بعد دیگه لازم اون, اون که نه دیگه دید شاکی من رو روم نمیشد بگم بز بیاد خب پولی بود که تو پولش میدادی نه نمیدونم چجوری ترایلی چیزی بوده مثلا برای ولی گفت خیلی عذرخواهی کرد و کرد این خ... یکی از خاطرات خوب من بود در مورد اینکه جوش واقعا چه ایمپکت هایی میاره برای شما بله و خب اپیزود امروز هم آره به یکی از ویکتوری سیکرت انشالله من فکر کردم که اپیزود روی جوش برم به خاطر اینکه خودم خیلی تجاویز زیادی دارم و سالهای طولانی باش دست و پنجه نرم کردن فرزاد کردم. یه جوش بوده که دست در آورده <applause> خیلی کامنت ها اینو گفته بودن که اینو اکثرا جوشن دست <applause> تو کامنت ها به شما گفته نه به خود خودش گفته این کسی به تو گفته همین الان بلاکش کنم این <applause> ریپورت آره, <تصفيق> آره. <تصفيق> پشت بچه خودمون در اومده حالا اگه من بودم ده. من هم بلاک کردم حالا در شروع میخواستم یه مثلا مقدمه در مورد جوش و اتفاقاتی که حالا میفته تو بدن که جوش به وجود میاد توضیح بدم و قبلش حالا از خواهی کنم از جامعه پزشکان و به خود متخصصان پوست عزیز. و افرادی خب تکنیکال بلدن اگه من اطلاعاتی غلط میدم یا هر چی لطفا درست کنم و من قصدی ندارم که اطلاعات غلط بدم خب آکنه من چیزی آکنه یا همون اکنی که به انگلیسی میگیم در واقع میشه به عنوان یک التهاب مزمن یا یک بیماری پوستی ازش یاد کرد و اگه یک کمی موشکافانه تر بخوایم بررسی کنیم این بیماری پوستی رو میتونیم به یه واحد یا یک یونیت در پوست اشاره کنیم که این یونیت که به نام پیلو پیلو سبیشست هست و این یونیت ساخته شده از چهار در واقع عنصری که روی توی پوست ما هست اولیش همون ساقه موه دومیش برای جوشه داری میگیری آره. خب دومیش فولیکول مول مو مول, مول, مول در... فولیکول آره حالا من... توضیح آره. میدی که در واقع اون فولیکول مول ب... مسئول ساخت موه زیر پوست خب. قدرت چربی پوست که میشه سبیشس گلنز که دوباره زیر پوست هستن و ماهیچه های راست کننده مو که به اینا میگن ارکتر پیلی و حالا این جالبیش اینه که این ازولات همونن که مثلا هم میگن میگیم که مو هم سیخ شد این خفن ازولات خفن باعثن شود. که آهنگ های خفه آره آهنگ بعضی ما گوش میدید با آهنگ مورد بدن تو سیخ شده چرا صورت ملی که میشنم <applause> <applause> خیلی آره <تصال> پایین در, در کل مجموعه این چهار تا عضو حالا به اینا میگن یک واحد یا یک یونیت که اسم اون یونیت هم هست پیلوس است و تقریبا این واحدها همه جای بدن ما هستن به جز کف دست تو پاین تنه کمتر كم، هستن و زیر کف پا و روی پا جایی که جایی که در مونیس آره و آره این این یونیت هایی که هستن توی حالت عادی و حالت خوب هپی پت حالا یا هرچی آره که وقتی آدم جوش نداره این پلوس بهش این یونیت ها آره اوکی دیگه مثلا جوش نیست و اتفاق نمیفته آره اتفاق از وقتی آره شروع میشه که ترش چرب پوست نه آره اتفاق از وقتی شروع میشه که روزنه یا مف... منافذی که رو پوست هست به دلیل زیاد بودن ترشحات پوست که در واقع همون سبیش اسکلند ها این ترشحات رو میکنن که اسمش هم هست سیبه یا هایپر کراتینیزیشن که به معنای روند غیر طبیعی و پرسرعت از بین رفتن سلولهای های پوسته پس دو مورد باعث میشه که این منافذ روی پوست ما در واقع گرفته بشه مسدود بشه که بعد از اینکه این اتفاق میفته باعث میشه که یه سری باکتری زیر پوست شروع کنن به وجود اومدن و بدن ما در مقابل این باکتری ها ریسپانسش جوابش یا ریاکشنش اینه که یک یک سری دوباره سیگنال های التهابی به وجود میاره دقیقا چیز دیگه این مکانیزم که ای و بی و سی و دی این پشت سر هم اتفاق یعنی اتفاقی که میفته مثلا بدن تو یه سری ها ترشح میکنه اینا میرن تو منافذ پوست بدنت برای اینکه بخواد دقیقا. یه ریاکشنی به وجود بیاره پادشی میگفت آره باکتری هم جمع میشه دیگه منافذ آره. میشه بعد خب مثلا دوباره بحث هست که مثلا کسایی که پوستشون چربه خب قاعدتا راحت تر این منافذ پوستشون پر میشه مثل خود من نمیدونم کارونم حالا پوستش چربه آره. تو هم چرب بودی ولی خب این دلیل نمیشه که مثلا کسایی که پوستشون خشکه جوش نزنن کلا کارو آدم چربیه زوشیه یه چربه بعد اون که این اون التحاب ایجاد شد زیر پوست اون در واقع دیواره اون فلوگول های مو توسط اون التحابات و باکتریا در واقع دیواره از هم میپاشه می پاشه و باعث میشه که اسیدهای چرب، فتی اسیدها، باکتریها و چربی ها، لیپیدز از زیر پوست رها بشن و اون چیزی بشن که ما میبینیم به عنوان جوش یا حالا اکنی یعنی محتوایی که تو اون جوشه چربیه چربی هست فتی هست آره فتیه هست و با باکتری هم هست بله چند شاوره بل. و کتگوری های حالا آکنه یا اکنی همون جوش سرسفید، سرسیاه، جوش قرمز التهابی کیست و برآمدگی یا به انگلیسی میگن ناجیوت. این اینها هستن که فکر کنم همگی تجربه‌شده سرسیا ایناست که بیشتر رو دماغ ها اینا آره سرسیا اتفاقی میکن... که میفته اون التهابات و اون باکتریایی که در واقع باز میشن و با هوا اکسیده میشن به خاطر اون اکسید شدن سرشون سیاه میشه اگه سرش سفید باشه یعنی اینکه هنوز اکسیده نشده شما هم دارید رو و اکسپوز نشده به هوا یعنی موقعی که سیاه هست یعنی که مدت طورانی تا روز مونده ایمانی برد. من, خ... من حالا <تصفح> من کل <تصفح> <باید> بریم <تصفح> فیشال من مثلاً... من و مثلا و اگه ب... بهش نرسی شاید به خال تبدیل, بشن و خود منم مثلا زیاد دارم آره این یه جو جو. یه توضیح بود در مورد اینکه آقا این چه اتفاقی میفته و این جوش لامصب میزنه بیرون فاکتورهایی که دخیلن که یه شخص بیشتر جوش بزنه یا نه میتونن ژنتیک باشن غربه. غذا باشه اینی, با اینی که در صحبت میکنه اینی که کلا پسر باشی مرد باشی به خاطر هورمون بالاتر استرون باعث همون یه موهات میریزه زوش هم که میزنی دیگه سربازی هم که میری استرس و سیگار کشیدن استرس داشتن و همون سنم هم دخیل تو تحقیقات نشون دادن که بین هفتاد تا هشتاد بین هفتاد تا هشتاد هفت درصد در دوران بلوغ یا نوجوانی هست این اتفاقات پوستی و در دخترها بیشتر زیر دوازده سال و پسرها بالای 15 سال متداوله خانوما مثلا بعد از مثلا دوازده سالگی جوشاشون کمتر میشه کمتر میشه ولی تو بزرگ سالگی هم متداول هست آه. میبینیم که مثلا آره افراد هستن که بعد 20 سالگی شدم این اتفاق صنعتی این صنعت اسکینکر خب آره. <applause> چیزی میگی در موردش در مورد پروداکت هایی که وجود داره آره در مورد یه خیلی کلی آره آره ده 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 آره من... اصلا آره نمیخوام چیزی ولی من اسپانسر آره ت... نیست این <تصفح> اپیزود <تصفح> تجربیات خودم <هم> میگم و آره میشه شرکت هرمی آره واقعا مثلا اون همون خاطری که من گفتم اون چیزی که حالا اسمش اگه میخوان میارم پرو اکتیو بود شاید شنیده باشید تو اون بود نه ولی اون دورانی که من می یه طوری شده بود کل اینترنت فقط این بود مثلا اینو بخری مارکتینگ عجیبی عجیب داشت يه يه تو تو, ز... تو اون زمان یه لحظه اومد اون پروداکت مثلا خیلی خریدن تو ماالا پر شده بود از این کیوسکا و اینا و برای من کاری نکرد مثلا اون دارو البته سه تا دارو بود تو سه مرحله میزدی در روز هیچ کاری نکرد موضعی بود داروی نبود که بخوری وقتی میرسیم به بحث درمان توی داستان اکنی و ببینیم که هدف اصلی درمان چیه از اهداف اصلی درمان میتونیم کنترل و درمان جوش های فعلی رو بگیم در جزء اولیاش و جلوگیری جلو از ماندن جو جای جوش کاهش زمان بیماری و کاهش عوارض این اهدافیان که باید داشته باشیم وقتی که میخواین هاتون رو ترمیم کنید یه سوال بپرسم بیماری ازش یاد میکنن یعنی جوش بیماری, بیماری پوستی محسوب میشه آه. یعنی کسای که م... جوش میزنن واقعا مثلا واقعا بیماری محسوب میشه یعنی فقط یه ریاکشنه مثلا شم... کوتاه مدت نیست اونم میتونه بیماری باشه یعنی میخوام فقط بدونم چون آره ب... اونم ریاکشن هم خب میتونه بیماری باشه دیگه و حالا من این اطلاعاتی که میگم بر این ریس این ریویو هایی که هست که روی بقیه ریسرچ ها شده و اونا به صورت بیماری, ازش یاد کردن آره و چیزی که باید یادمون باشه وقتی که حالا میریم به سمت ترمیم و در واقع تریت کردن این بیماری اینه که باید یادمون باشه بین سه مینیموم بین سه تا شیش هفته طول میکشه که ما یه سری ساین های خیلی کم ببینیم از بهبود و نباید مثلا خیلی سریع منتظر باشیم که چرا میخندی؟ بهبودی کاراکتر بود سه تا شیش هفته آره و تو این تو این زمان نباید فکر کنیم که چرا این جوش ها نرفته بعد در واقع فکر کنیم که آقا این جوش هایی که داریم اوکی هست ولی ما داریم جلوگیری می کنیم از جوش هایی که قرار در آینده بزنه و باید بیشتر به اون فکر کنیم و پرودکتر زدی خود سب کردی سه تا شش هفته آره دی اون خودش مثلا باید طی می کردی من شوش. همشو نه. ولی مثلا جوش اینقدر بده و چیز مثلا ناراحت دا نا کنن از مثلا میخوای سری آره تموم شه بره برای همینه که مثلا شاید تو رفتید دنبال اون پروداکت یکی از قولا شاید این بوده که سری مثلا این داستان آره خب میشه یا خیلی پروداکت هم میگن که سری مثلا جواب میبینین و اینا ولی خب اینطوری اینا نیست خیلی وقت حتی اگه فالو کنی ولی خب آره ولی خب بعدن بستگی به هر نفر و هر کیس هم فرق داره که چی، چه بدنی به چیزی جواب جاو میده و در کل کتگوری هایی که میتونی درمان کنین همینطوری گفتم موضعی هست که حالا پماد و اینایی که میذارید رو خود جوش یا سیستمی یعنی دارو میخورید به مدت چند ماه فرمودم پماد؟ تازه <applause> بودم بگی آره نه من احساس کنم من بچه‌ایدم پماد گفتم پماد پماد همون به سرات گیاهی هست نمیدونم حالا چایهای مختلف آب لیمو تازه مثلا میگن بذارید سرک با... می سرک. سرک. آره سرکه سو داد میش مثلا 2 لیتر آره چی سرکه می‌خورید غرغر کنی کنید تف کنید میوهای قرمز انار و آلبالو که می‌شونه میبره که صفراوبر خون تصفیه خون سردی آره میگن صفراوبر اینا آره, آره. درمانی بعد یه سری فیزیکی هم هست که البته این بیشتر برای جوش های مثلا سرسیاهایی که با اون دستگاهی که هست خاطرات بدی با حال من انجام دادی؟ بگو اشکال نه امروی که خاطره بگیم از خودم بگم بله. اکسپرینس خودم با جوش به من دوران مثلا فکر کنم سیزه تا مثلا پونزه سالگی شروع کردم جوش های عجیب زد اصلاً خجاعت؟ صورت صورت خجاعت؟ من کامل پر جوش بود من یادم ببین یعنی اصلا خوب شدی تو ایران بودیم اگه اجازه بدین فقط منعقد بشه دیگه الان داره میاد یه چند ثانیه بعد خلاص ما اون من روز اصلا منو گرفت و برد دکتر دکترو ببین بعد مطبعه دکترم هیچ چخی اون نمیره الان گفتی چراغ اینجا خیلی روشنه یادم مطبعه اون افتادم یک دونه چراغ هم نداشت و اصلا عصر بود یادم چیز بود زمستونم بود این زود هوا تاریک میشد و اینا قشنگ مثلا یه دالون بود مثلا چه میدونم 7 8 متر دوور صندلی گذاشته بودن همم هم خانوم بودن یعنی من تنها کس مرد اون قضیه اونجا من بودم با مامانم رفته بودیم نشسته بودیم دیگه وقت من شد و دکتر اومد و یه سری صورت یه ذره این ور بر اونور کرد چونه من گرفت و بالا پایین کرد و اینا گفت فلان چیزه یه کرم نوشت و ما رفتیم خونه ببین این کرمه رو من بعد مثلا هر شب می‌زدم و خب من خودم که اصلا پیگیر نبودم بند خدا مامانم هر شب دنبال من که بیا این کرمو رو بزن و فلان و اینا بعد این کرمه رو که میزدی این بدتر نو دیگه مم. اصلا به ولوله بعد می <تصفح> میسوخت و اینا بعد مامانم من یه از همین دستگاه که این دستگاه نیست بهش چی میگن؟ اینسترومنت این یه میلست وسیله تیز ای که جوشا رو در میاری نیدی آها آها آه. آره آه. یه میلس یه چیز خیلی باریک داره دایره ای میندازی رو جوشه فشار میدی و اینا ببین مثلا خواهرم و چند تا از مثلا فامیل میافتادن می رو من مامان من با ببین با تمام وجود میکرون یعنی واقعا قابل میکرون <تصفح> <میکروند. تصفح> یعنی تخلیه میکرد آره دیگه یه سال جوشای سر هر سیاه سر سیاه بعد خودش این کارو آره منم دارم منم بعضی وقت خوبه یعنی یعنی اون پمادر رو میزدن بعد آره آره فکر کنم مثلا امروز میزنم فردا صبحش مثلا این اتفاق میفتاد نه نه مثلا شب رو میزدی مثلا فرداش این کاری میکرد دور شب رو میزدی مثلا مم. یه شش ماهی من این برنامه رو داشتم ما حتی اومدیم اینجا من از اون پاماده مالا خریده بود زیاد نه آورده نه چیز بود میگی که میگی صورت اگه. پر جوش بوده از اون فکر کنم از اون جوشه قرمز و نه بود. نه نه, نه سرسیا همش سرسیا بود بعد حالا عکس و اینا فکر کنم داشته باشم بتونم بذارم آ بچگی باحال میشه اگه بذارم بذار منم عکس دارم جوشی <applause> حالا شاید اونم رو بد کنی بعد مرفه بی در اونجا نشسته خب جوش نزدی بقیه جوش من دهنم سرویس بود سر جوش تو جوش آره با صافی خب من دستش اولی بار فرق نه دیگه بخورید قربان به حاج هم خوابش بیاد هم تشنه هم گشنه نه و این بار فرهاد دیده اصلا باورم یه پسر اینقدر تمیز و شک خوشت اومد واقعا جدی خوش جمع حالا منم الان مثلا به خود به الان نگاه میکنم حساب به اون موقع واقعا صفر یعنی الان هیچی جوش ندارم از اصلا نمیاد به جوش داشته بود ببین اصلا خب چه بود عجیب بعد خلاصه این واقعا جزه دردناک ترین دوران بود چیزای های زندگی من بود که واقعا سخته میافتادن به صورت من من دیگه مثلا میرفتم شیراز میدونستم که فکو و فامیل دیگه آمادن که بیافتند ما رو <تصفح> در دروازه قرآن داستان بدی داشتم دیگه ولی خدا رو که حالا خوب شد الان داستان جوش می چه هر موقع مثلا یه مهمونی دعوتی یه جایی میخوای بری یکی رو بار اول ببینی یه رو دروسی داری یه قابلمه در میاد توش مجلسی بهش میاد. یا رو دماغه یا بین پیچونی من اینجا خیلی میزنه و بب ببین میزنه یعنی واقعا یونیکورن میشم اینطوری میزنه بیرون <تصفح> <تصفح> خب چیز دیگه به خاطر هورمون <تصفح> <تصفح> یعنی چون تو استرس داری برای اون جلسه استاد هورمون البته اینجا بد. بعد و خب خیلی این اتفاقات بر هورمون دیگه و شما جوشو میزنید حالا دیشب جالب بود داشتی میگفتی من همچنین داشتم من موقعی که دارم فکر میکنم مثلا دست میزنم به صورت و صورتم بودم بعد دیدم که رو دماغم یه جوش زده بعد دردناک و دیشب دیگه کندمش دیگه بزاش <تصفح> گفتم بعد <با> بکرمش فردا <تصفح> دیم نماز جوش صحبت می‌کنیم کارون تو تجربیاته؟ ما این این چیزی که ایمان میگه رو ایران میگفتن میکرودرمی بعد باید <تصفح> میرفتی پیش دکتر و من یه بار رفتم خیلی هم تجربه باحالی بود این صندلی مثل دندون پزشکی بود بعد میخوابیدی بعد بالا سر انواع و اقسام مختلف مختلفو میزد یه چیزی حالت جارو برقی طور داشت آره. آره بعد آره بود. خیلی حال بعدش اومدم بیرون خیلی حس خوبی ولی موذی بودی مثلا یه روز حس خوب داشتی فرداش دوباره از اول نه نه اونا با کلاسشه من یدی بود یعنی فقط یه دونه میله بود چهار نفر دست و پاتو میگرفتن که تو جیغ میزنی تکون نتونی بخوری <تصفح> بخور ببین می این با سوزن و اینا ولی بلد بود دردت نمیگرفت <تصفح> اونجوری که بپری او نه با من فریاد میکشیدم خب خیلی ببین این حالا بذار برای توصیف کنم فکر کنم مثلا یه دونه مداده بس سرش یه دونه دایره خیلی کوچیک داره تو میندازی دور اون جوشه فشار میدی که این بزنه بیرون به با, با هرس میگه یعنی این بابا من زجر کشیدم ببینه... و زیر و زیر این ساعت زیر این دستگاه واقعا جون جا دادم دست خوبه پوست. دست مادر به و کارون تو چی کار کار خاص دیگه کردی به جز اون من چیز قرس. خوردم من از اون قرصای راکوتان و اینا خوردم تو ایران خیلی رایج بود تو یه برندش آره راکوت اسمش حکیوتین اک... وشن... اینجا هست ویتامین آ وحشتناک داره آره بعد پدر کبدم در میاره من یه مدت از اونها خوردم چند ماه میخورد یه بازه نه نه یه شیش ماه چقدر توی ماه یا در کبه دو در آره ولی خب من هیچ وقت مثلا دیگه شکلات و آجیل و اینا اصلا نمی‌خورم یعنی تا به یه دواره میزنه احتمالا آره من دیگه بچگی شکلات کلن گذاشتم که آجیل آره. خیلی <تصفح> کم جدیدم مثلا شاید یه تک و چیز کنم هر خوشمزهی دیگه من از چند تا چیز شانس نمیدونم یکیش پوست تو البته میگفتی که به شیرم حساس بودی آره من امید. به لاکتوز شیرم خیلی حساسم لاکتوز شیر باعث میشد من چیز کنم صورتم بزنم آووکادو مثلا چربیش باعث میشه آره چیزای خوشمزه دیگه هر چیز خوشمزه فرهاد هم من منم چرا من مشکل جوشی نه فرضا خیلی هات بود من به چشش نمیاد جوشام ولی من کانادام که کانادا که اومدی آره که اومدی بیشتر شد اینجا رو لپم میزد و خیلی هم بهش گیر میداد الان کم یک کم جاش مونده رو گونم ولی من بعد برنامه بعد برنامه بزنم که از بین میره ولی هر چی بهش ور بری بدتر گذشت <تصفی> بدتر جاش میمونه من خیلی میرفت رو اعصابم من خیلی ولی شما سرسفید بوده سرسفید آره هنوزم دارم یه سری جوش هست که هنوز آره مثلا کیستی چربی شده نمیدونم ام. اینام جوشه یا نه آره دیگه اونم یه نوع از اکنه. آکنی آکنی اکنی اکنی که رفتم ایران رفتم همین دکتری که کارو میگرفتم دکتر خوب پیدا کردم تو اسما رفتم خوابیدم یه حالت بیهوشی موذی بیهوشی بیهوشی <تص> بیهوشی موذی <تص> بیهوشی شما نیست بیهوشه <تص> <تص> بیهوشی موذی و همه این کار رو بالاتر بیوش پایین هر بالاتر بیوش کرمی مگه اشتباه گفتم بعد بخور میداد لوکس قبلش آب پرتقال به دادن کجا من نمیدونم نه، آماده گا مطمئنی در صورت من تو زیبایی بود دیگه از اینجا که من یه خاطره دیگه بگم اینجا ما با فریناز چیز داشتیم اینترویو داشتیم یاد میاد بار دوم قرار بیاد پیش من من روز قبلش یکی برای من از این فیشال ها گرفته بود گفت برو مثلا فلان رو هم. ما هم گفتیم باش و بعد ریشتو میزدی بعد فکر من ریشمو کامل از ته زده بودم و اینا رفتم اونجا این خانومم دیگه اصلا دیگه هر چی روغن تو اون چیز مرکز داشتم مالید به صورت من و چی میدونم کروند و به قول این با جارو برقی کشید رو صورت ای ای چیه؟ ای من اینا کروند چیشیه؟ مثلا کف قابل رو میکرونن تعدیگو یه ما نمیدونیم آره. بچه ها میدونن بعد ببین اومدم چیز اومدم سر اپیزود ببین نورانی <applause> یعنی اصلا یه برق اگه یاد باشه و برم کرده که... نبودی چرا که کرونا چرا چراش این بیبی ها شدی ببین یه بیبی اونجا بود با تمام آه. مشخصات لازم حالا عکس اگر که برید ببینید قدیمی رو هست توی اینستاگرام هم دارم جلو همینجا هم وایس پیرن یوونتوس هم پوشیدم آبی آها یادم اون اکثر رو آره آره با... من خودم شخصا همون های خیلی مختلفی رو امتحان کردم اه... کانادا که اومدیم رفتم یه بار توی داروخانه چینی و یه بسته یه مثلا یه پا... کیسه فریزر داروهای خود چینی گیاهی به من دادن گفتن اینا رو دم کن و هر شب یه لیوان سر بکش با... و اون یکی از بدترین مزایی که من تا حالا تجربه کردم تو عمرم اون بود تاثیر داشت هیچ تاثیری حالا شاید هم تاثیر داشت چون من بعد شب اول نتونستم بخورم دیگه مزه پنجه فیلم میداد یعنی فکر کن رنگ نوشیدنی که میخوریم مثلا قهوه‌ای بعد اینو بخوای سر ب... اصلا خیلی بد و اونم تجربه داشتم که آخر منم کشیدم به همون راکوتان تو ایران برندشه اینجا اکیوتینه و همون م... که میگن نمیتونی الکل اینا بخوری آره, آره چون کبد رو سرویس میکنه من شنیده بودم قبلا تو ایران مثلا داروخونه ها میدن این دارو رو ولی تازگی ها شنیدم ایران هم سفتر شده و باید حتما نسخه داشته باشه از پزشک و دلیلش هم که باید هر ماه بری تست خون بدی و آنزیمای کبد رو چک کنی اگر کلسترول و آنزیمای کبد درست نباشه همون موقع باید قرص رو استوب کنی من, من خودم هر ماه میرفتم تست میدادم نمیدونم تو میدادی من میدونی چی من چیکار کردم من این دارو رو شروع کردم بعد خب نوشته بود که همین چیزی که این موقع الکول اینا نخورید به کبد فشار میاره من بله فاصله بعدش با کوروش رفتیم آنتالیا خودتر تیکه دقیقش نگم براتون آره. نموردم The rest is history آره. و جالبه این دارو مکانیزمی که رو, رو همون مکانیزم اون قدرت چربی کار میکنه در واقع اونها رو اون انهیبیت میکنه یا استوپشون میکنه و اون از بین, رف بین رفتن پوست اون کراتینیزیشن یا هایپر کراتینیزیشن هم جلوگیری میکنه برای همین رو هست پوست خوش میشه من خودم ادامه لبمو باید از این برق لوام زدم همیشه مرتوب کننده آره یه دارو دیگه هم که الان من الان جوری شده که مثلا میرم پیش دکتر خودم بهش میگم مثلا این دارو رو بنویس این میلی گرم انقدر. مثلا تو هنوز میری نه اگه بزنه جوش اون اون دارو دیگه سایکلینه حالا یا پنجا میلی گرم یا 100 و اونم به من کمک کرده از این داروهایی که مثلا تو دو سه روز جوش تو اوکی میکنه اگه یعنی جوش جایی زده باشی اونو بزنی از آره بزنی. من عوارض داره اونا که حتما عوارض داره تو نمی میخونه نه آخه <آخراه تصفح> همین ماینوس اکلین هم که میگن بعد مثلا چند ماه بخوری ولی من مثلا یه هفته ای میخورم البته پزشکم میدونه اوکی شما اگه میخوان انجام بدین بعد رو بررسی نکردی برای جاش بعد چرا بررسی کردم بعد انجام بدم آره برای جای جوش هم حالا جوش هست سر هم میگو آره یه چیزی که حالا فرهاد هم هم من هم فرهاد تجربه داریم میکنیم اون جایی که کمربند میبندیم خط کمربند به خاطری که حالا کمر نه چرا پایین ترش جای هم که نباید بزنم میزن نه دیگه حالا آخه جوش یه هر جا بعدی استفاده میکنید که میاد تو صورت مثلا چرا مثلا آرنج من جوش نمیزنه یا مثلا؟ چرا دیگه از این آمپولا بزنی میزنه پشتت میزنه از این یت خرکونا اون اون که گفتم بیشتر مثلا تو صورت خیلی زیاده آخه احتمالا پوست صورت چربتر دیگه خیلی اکسپوزتر همیشه آره <تصفی> واو <تصفی> 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 <تصفح> آره بعد تازه یه سری اصلا جوش نیست یه رفته فراتر و حالت کیست همون دوره در واقع زیر خط کمر بند دیگه نگید. من نه, نه, دا... نه 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 ب... <تصفح> چه اصراری اون, هم... اون, هم آقا اون, اون هم... چه خیلی اون مومی پیش اون زیر که اون یه چیز دیگه آره اون به خاطر اینکه که مومی دارید بهش میرسید نه نه اونم دوباره همینه تو همین موه که در نمیاد از پوست ها. زیره گره میخوره زیر پوست بعد چیز میشه اوفونت میکنه بعد آره بری با عمل کنی ما تو مدرسه که یکی با بره بره بره. شورت توری بپوشه بابا شورت توری چی بند خدا, خدا <تصفح> راه نمیتونست بره. از زیاد خیلی سخته خیلی لوله میکنن اون تو چرخ نه حالا این ورژن چیز ترشه یادمه اصلا یادش نا... افتادم آره نه من آدم خوبی دو <خصفت> من خودم مثلا یکی از اون کیستا این پشت سرم زد و اینجا رفتم توی کلینیک عین فیلما منو خب رو روی رو 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 تخت سرد بعد همونجا تو کلینیک چاقو زدن و فلان رو در دادن و پچ کردن آره. بعد بخیه, خوب؟ بخیه خورد بخیه و اینجا مثلا هر موقع اونم سلمونی میگم مواظب باش اینجا من یه زخم است همیشه خیلی من من مثلا یه بار حالا دیگه بحث جوشه دیگه ویدیو خودمون یه بار است. زیر بغلم زد آه. یا حالا چرا کجا در حدی بود که دانشگاه میرفتم نمیتونستم کیف کوله ببرم ده ده ده. در بعد چون درد میگیره رام واسه اون یکی دیگه <تصف> به یه جایی هم رسیده بود من به خونواده نمیگفتم همون رو مستقیم رفتم بیمارستان چون نمیشد دیگه بعد با چاقو اینا بعد اونجا واقعا توی حالا نمیدونم شاید دارم ام جامپینگ the نه برو نه نه اعتماد در مورد اعتماد به نفس میخوای هم میخواستم به اون جنبه روحی داستان برو برسم قبل اینکه بگم که خاطره دوباره بگم از جوش سری کجا سده این نه نه این یه ذره پایینتر تر کمر مثل ایمان که گفت که مامانش مثلا می گرفتنش و این جوش ها رو در میوردن یکی از خاله های من هم خیلی علاقه داشت که هر موقع منو رو میبینه آقا این جوش های سرسی های ما رو بعد من با ایشون رفته بودم دانشگاهی که درس میکن دانشگاه نجف آباد اصفا نجف آباد بله رفته بودم بار. و ایشون میخواست بره مثلا مدرکی که فارغ هست شده و مدرکش رو بگیره اون روز و دقیقا یادم یعنی یه ساختمانی دارن ساختمان کتاب خونشونه. خیلی بزرگ بود من هم دفعه اول تنها باری بود که رفتم اونجا و این وسط اونجا خاله ما شروع کرد جوش ما رو فشار داد آره وسط اون کتاب بعد از حراست اومدن شما اینا کی این شما مثلا چی دست دست میزنید من اونجا شاکی شدم که آقا این شما خاله من چرا تو این حرف رو به من میزنی بیرونمون اون آره شاکی شد آقا چرا اینا داشت ج... داره دعوا میشد و اینا و دیدیم که نباید با حراست دانشگاه دعوا کنیم و این دوباره سر جوش ما بود آره یه نکته دیگه من بگیم <تصفح> 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 ما <محرم> پرورشی ما تو سال اول دبیرستان میگفتش که چون اون موقع من خودم جوش داشتم بقیه هم جوش داشتن تو پرورشی این بحث شد و اینا این آقا گفتش که خود ارزایی که میکنید یکی از عوامل اصلیش و یکی از عواقبش این جوشایی که تو صورتاتون میزنه اینا رو میزنن که بقیه بفهمن شما مثلا گناهکارید این طبیعتی که خوب حرف تو فهمیدم تلپاتی رو من تو تحقیقاتی که خوندم نبوده این حالا بابا این نه وقتی که میگم من پرورشی بدونید که پخش و بعد خب تئوری توته خود ارزایی خب بعد... اگه معلم پرورش آقا نرید چرند بکنی تو مغز بچه ها چی بکنم بعد بعد یه ساعت بخواییم سکوت داده بود تو بین بچه ها هم همه به هم نگاه میکردن مثلا رو تعداد جوش هم مثلا ببینن این طرف چقدر اوزاش وخیمه خیلی هاست ناراحت شده بودن به خودشون فکر میکردن خلاصه نیستی که شیعه کردی هر ساعت بخیلی تو جوش میزدی از این چندشتر هم میشه اپیزود یا نه دیگه آره بابا دارم داره داریم آره داری حالا دیگه در... آخرش هم میخوام بخش یعنی بخش مهمش در واقع همین بعد بعد جنبه روحی این داستانه برای به خصوص برای کسی که جوش میزنه و حالا اطرافیان بهش میگن یا یعنی خودش نگاه میکنه تو آینه و راضی نیست حالا از این جوشایی که داره و تحقیقات نشون داده که افراد تصور که از بدن خودشون دارن اعتماد به نفس و استرس استرس زیاد استراب خجالت زدگی همیشه مثلا خجالت زدن به خاطر حالا جوش هایی که دارن و رنج و ناراحتی دارن تو کیس هایی که اینا در واقع تحقیق کرده بودن و دوباره گفتن که نوجوانانی که حالا جوش دارن کمتر سعی میکنن آی کانتکت داشته باشن تو زل بزنن تو چش کسی که دارن باش صحبت میکنن موهاشون رو بیشتر اجازه میدن موهاشون بلندتر بشه که جوشا رو کابر کنه و حالا تو واسه دختر رو هم از آرایش استفاده میکنن که کابرش کنن و در کل میخواستم جمعنی که داشته باشم تو این بخش روحی این بود که چون خود منم تجربه کردم اینه که میری یه جایی مثلا حالا دوست خانواده بهت میگن که این داستان ها چیه جوش ها سرعت خیلی زیاد شده این کار اون کار رو بکن مثلا این اولین چیزی که تو اون ذهن کسی که جوش داره و داره اون حرف میشه اینه که آقا من خودم میدونم مثلا چرا یه چیز واضح رو به من میگی انگار که مثلا تو فهم نداری درک نداری و اینو دارم بهت میگم این خب چیزی باحالی نیست و ناراحت کننده است و در کل میگم اون شخص خودش میدونه و اگر فکر میکنید اون لول نزدیکی اون راحتی یا با اون شخص ندارید خیلی راحت بهش نگید که آقا کامنت ندید رو جوشش یعنی نیاز نیست حالا شما فکر کنید که باید یه کمکی بکنید اصلا حرفی نزنید این یه پیشنهاده کلن روی انسیکیوریتی آدم ها بعضی موقع فکر میکنیم که مثلا بهشون کامنت دادن داریم بهشون کمک میکنیم اه. خیلی وقتا اینطوریه که اگر که من مثلا چه میدونم چاقم چه میدونم جوش دارم یا چه دماغم کجه یا هر چیزی که هست مطمئن باشون کسی که اول میدونه خودمم یعنی من خودم به عنوان اون شخصی که دارم 24 ساعت رو با خودم میگذرونم قاعدتا میدونم این مشکل وجود داره و بعضی موقع حالا شاید جوش بیماری پوستی هر چیزی که هست واقعا نمیشه کاریش کرد یا من دارم تمام تلاشام میکنم ولی خب جواب نمیده و این به رو آوردنه معمولا میتونه اذیت بکنه آدم ها رو و ما بعضی موقع نمیدونیم که چه ضربه روحی به این افراد میزنیم وقتی که دست میذاریم روی این سیکیوریتی هاشون شاید خیلی باید آدم با سیاست باشه وقتی میخواد یه همچین چیزی رو به روی یه نفر بیاره و خیلی دقیق و خیلی محتاطانه دست بذاره روی این مشکلات و اگر که نمیدونیم بهتره که این کار رو انجام ندیم تو می‌خواستی بگی من فکر کنم بعیدن واسه طرف بشه نه آره همین فرضات که میگفت بقیه نظر میدن و میگن زیبایی باید در نگاه تو باشد نه در اون چیزی که به آن مینگری دیگه حالا جوش میاد و میره دیگه کارش نمیتونه نه کلا تمام حالا ناامنی های فکری که وجود داره تمام اون خدایا این سکیوریتی هایی که وجود داره میگم طرف چاقه طرف چه میدونم فلان مشکل داره هر چیزی که میتونه باشه چون دست خودش, خرجه. نیست دست خودش نیست. هم حالا دست شاید دست مثلا بعضی‌ها میگن نه چاقی دست خودت و اینا ولی واقعا بعضی موقع اینطوریه که تو زندگی اون طرف رو زندگی نکردی نمیدونی تو چه شرایطی داره حالا زندگی میکنه چه شرایطی داره پشت سر میذاره برای همین بهتره که خیلی وقتها نظر ندیم و پیش خودمون نگه داریم مطمئن باشید که اون کسی که این مشکل رو داره خودش میدونه و با گفتن ما فقط یه بار بیشتری روی این طرف زیاد میشه تا اینکه بتونیم بهش کمکی بکنیم چندتا کامنت هم میخواستم بخونم نه نه تو بخونیم. بخون بخون آره، از خودت خود خود بخون آره سوال پرسیده بودم که تجربیات رو, رو که داشتین در مورد جوش یا حالا اگر اعتماد به نفستون رو حس میکنید کم کرده اینا به ما بگید خیلی کامنت اومد جالب بود تشکر میکنم خیلی ها گفته بودن همین حرفی که ایما زد قبل یه جلسه قبلی عروسی چیزی جوش تقریبا میاد و انگار میدونه و کامنت های جالب دیگه هم گرفتیم مثل این یکی که میگه یه بار بعد از ای رفتم مدرسه کلاس رام ندادن به خاطر جوش ها میگفتن آبل و مرغون گرفتی هرچی میگفتم قبول نکردن آخر سر،, آخر, سر هم با گواهی پزشک تونستم برم سر کلاس بنده خداشون جوش میگفتن نایب. از بود اه... اه... گر... اه... رو اعتماد به نفسم تاثیر چندانی نذاشت ولی بدترین حرفی که به خاطر جوش به هم زده شد این بود به پوستت برش اه... به پوستت برش جوشات برن اگه داشتی با کسی غذا میخوردی حالش به هم نخوره اشتهاش کورشه اه... در مقابله با افرادی هم که جوش میزنن کار خاصی نمیکنم چون خودم اه... زیاد با اشاره بهش اه... رو اصحابم رفتن پیشنهاد و گفته من پیشنهاد روتین یا برای درمان نمیدم هر کی عقل داره تصمیم میگیره و در نهایت جوش یه چیز طبیعیه و رفتار خوبی نیست که کامنت بدیم در موردش میگم خیلی کامنت زیاد بود و چیزی که من از اکثر کامنت گرفتم یک توی دوره از زندگی خیلی آدم رو درگیر میکنه حالا آدم شاید دپرس بشه شاید کم رو بشه اینا ولی چیزی که مشخصه اینه که آدم حالا ازش میگذره از اون دوره و نمیدونم شاید برای برا بعضیا اون تاثیراتش بمونه صد در صد ولی حالا شخص من اون تاثیرات روحیش نمونده ولی خیلی خوب میشه اگه حواسمون باشه که چی میگیم اه... بخونم چند تا کامنت من بفرمایید هستی طبق معمول مسیج زده کامنت گذاشته و گفته که ای کاش خانم فرناز و صدای جدید فرزاد عضو همیشگی خود کس بشن فرزاد جان خواهش میکنم مریض بیا آره صداش رفت دیگه نیست علی گفته کارتون عالیه بچه ها ولی واقعا نمیدونم چرا مخاطباتون کمه منطقا باید بیشتر از 100 کا فالوور می داشتید 100 کا 100 کا 200 کا نظرتون چیه نظر خاصی دادی؟ رفت تو فکر چرا دیگه اون وقت نداریم کار کنیم من راضی یعنی اگه خیلی شاید شلوغ درمی شد این تعامله نبود حالا نمیگم که نمیخوام شلوغ بشه اگه بگم هر موقع اینو بگم دروغ دارم میگم ولی خب یواش یواش دیگه آدم یواش یواش میره بالا کار درست این اتفاق یواش یواش میفته بعد یکی دیگه گفته بودش که یه خدا برای اون اپیزودی که شما بودین گفتم بهترین اسمی که میشد برای این اپیزود بذارین خودکس بوده خودمون نشون دادیم آره. چند تا میخوام از توییتر بخونم که اگر که بتونم تو گوشی فرهاد پیدا بکنم خیلی رنگ اپلیکیشن اصلا خیلی سخت و طاقت فرساست دکتر بیتی بی تی؟ بیتی بی اسمشونه حالا فهمیدم که من تازه اپیزود اورتینگ این رو گوش دادم و رسیدم به اون لحظه که ایمان گفت از این دسته از آد... اه... که این دسته از آدم ها برای ارسال مطالب تو سوشال نتورک هم فکر میکنن یاد خودم افتادم شاید باورتون نشه ولی من حتی سر لایک کردن هم همین حس رو دارم و شاید فکر میکنم که آیا لایک هم درسته یا نه جوکی فهمیده که به طرز غیر عادی معتاد شدم از اول کرونا هر روز یه ساعتی رو مشغول مشغولم باهاش الان صبح ها تا سر کار و برگشت دائم دارم گوش میدم تا یه ماه پیش استرس داشتم ببینمشون شبیه تصورات ذهنم نباشن دیگه به خودم گفتم جمع کن لانگ دیستنس که نزدی از دیت بترسی برای ایشون اومدم با ما دیت <تصفح> کردن خدا اگه <صحیح تصفح> بخوایم بدونی لانگ دیستنس رو تمام کردن ایشون. اه... هم توی تویتر گفته بود این کابل میکروفون رو یکم شور کنید داغون میشه به خدا کل اپیزود داشتم روی این چی اوورتینک میکردم که واقعا که وای الان خراب بشه ایمان دهن فرزا رو به خاطر سرویس میکنه ببین من خودم مشکل دارم من موقعی که دارم اپیزود میرم اینو میپیچم دور دستم بعد دوره ورش میدارم اینو صافش میکنم اینا یه با, با با یه چیزی بازی کنی موقعی که داری اپیزود میری دیگه نمیتونی همینطوری ولش کنی میخوای یه جالب بگی تو چیزی داشتی تو یه داشتی یه بگو نه من میگم آه. آه جالب که آره تجربه شخصی بود تو یکی از اپیزودهای خیلی قبل تر فکر دو تا سیزن قبل راجع به یه اپلیکیشن صحبت کردم که به افراد نابینا رو با افراد بینا به هم مرتبط میکنه شما میتونید به افراد نابینا یا کم کمک بکنید اون کاری که میخوان بکنن یا اون جسمی که میخوان پیدا کنن و کمکشون میکنید و به هم وصل میشید و من این اپ رو خب داشتم از همون موقعی که گفتم ولی یه مدت بیشتر یک سال بود هیچ نوتیفیکیشنی برام نمیومد که آقا خب همچین فردی میخواد کمک بگیره خیلی هم خوشحال بودم هم هم این که خب میگفتم داستان چیه مثلا نیاز کم شده و اینا بعد دیدم حالا من یه سری دستکاریه که تو گوشیم کردم این اون اجازه رو از اون اپلیکیشن گرفته بود و واسه من نمیومد آپدیت جدید که اومده همه رو گرفته آره این نوتیفیکیشن نمیه رفتم این نوتیفیکیشن رو فعال کردم و دوباره اون درخواستا میاد تقریبا روزی یکی دوتا میاد و خیلی جالبه یعنی اه همین اه ه... چون میزنی که با چه زبانایی صحبت میکنی من خب فارسی زدم و انگلیسی ولی تا حالا 100 درصد درخواستا در فارسی بوده یعنی از عزیزانی که حالا فارسی زبانن دو سه روز پیش با یک شخصی صحبت کردم و حالا قرار بود یه سه کجا ز... بودن ایشون آلمان بودن بعد خب من داشتم با اونجوری که تو خونه صحبت میکنم با یعنی فارسی صحبت میکنم اسپانیایی حرف میزدم و اینا بعد خب به چرخونی و ما نمیگیم به چرخ میگیم بتابون تابون یعنی آه ایشون ایرانی بودن ایرانی بودن آها. توی آلمان آره اصلاً یه سری مابینا. سوقاتی واسهشون فرستاده بودن قرار بود که من بگم که اینا چیه و اینا بعد خیلی با هم هم قه قه, قه میزدیم میخندیدیم اصلا رفیق شده بودیم بعد این تا من وسطش یو گفتم به تابونی یو گفت پایستایی بینم تو اسوانی گفتم و آقا دوانه تیکرم نمیدونم حالا بعد توشون توضیح که من دوستای خیلی خوب اسپانی دارم و اینا و اصلا دیگه ایشون دوربین رو برگردون دوربین رو برگردوند و به یعنی به،, به،, به خواست خودشون آها یعنی موقعی که دوربین میاد خودشون رو نمیبینی نه، تو فقط رو، داری رو, میبینی برای دکمه من اینم تازه یاد گرفتم دکمه چرا قوه هست چون محیطی هم که بودن تاریک بود من بهشون میگفتم میشه دوربین رو چراغ رو روشن کنیم گفتن خب خودت داری بزن یعنی من اینو وارد نبا زدم و کمک کردیم بعد گفتن من میخوام برگردم با هم یعنی از اینور میتونی چراغ قوه اونورا روشن روشن کنی خیلی کار جالبی یعنی به کار ما میمن خلاصه اینکه یه یه دوستی دوستی شکر جارب. شکر. بعد یه قسمتی داره شما میری بعد هر تماس میتونی تجربه تو به اشتراک بذاری مثلا داستانای خیلی عجیب غریبی اون تو نوشته شده و موجود بی مای آیز روجین گفته بود اول ما بی اعتنایی کردیم آره ببخشید, آره ببخشید. آره. خیلی اپ قشنگ و دوست داشتنی یعنی همه بریزید درخواست هم زیاد میاد یعنی حتما روزی میانگین روزی یه دونه رو میگیرید ولی انقدر همه سریعا تو جواب دادن تا میزنی یه اون زده کس دیگه داره جواب خیلی من جالب بگم براتون جالب همه جن... جنسی جسمیه امروز همش یه ربطی به جنس داره اولیش براتون برم که فلوریدا نه میخوام از خانم کاردی بی برم اوه. نمیدونم دیدین یا نه خانم کاردی بی میشناسی دیگه همون که میگه بله بله آهنگش برام گوش دو بار گوشیدم تو ماشین ایمان بود خیلی آهنگ پرمنی دارم به نام وپ ایشون اومدن استوری دستشون خورده یکی از عکسای های برهنه خودشون رو به عنوان استوری گوشتن تو اینستاگرام این بود بعد تا اومدن قطع کنن یعنی تا اومدن دیلیت کنن گوشی خاموش شده دیگه مثلا اون مونده چند دقیقه اونجا و حالا مورد علاقه شون هم نبوده عکسی که بوده اونقدر مثلا اون زاوایی های آرتیستی را رایت نکرده بودن توش توضیح بده چی بوده عکس؟ ایشون خوابیده بودن و بالا تنشون کامل برهنه بود و خب خودشون از عکس راضی نبودن عکس میگفتن بعد گرفته شده عکس خوب آپلود نشده عکس خوب آپلود حالا نشده. که شده بد شده آره آره عکس نابی نبوده اون که آپلود <applause> شده تو اینستاگرام نمیشه از این عکس رو بذاری نه بلاک نمیشه چند ثانیه گذشته بودن ها دیگه ایشون وریفاید یوزر دیگه فکر میکنن همچین کسی همچین کار نمیکنه تا ریپورت آه آه بشه. بعدم باید بشه بعدا میلیونی فالوور داره بدونم اون این... میتونست اینو دیتکت بکنه که این عکس بدیه اینا همشون سیف کردن عادی یعنی تو... نبود ها اکس. نه نه ایه... اورینتیشن بره خیلی بدی بود داره میتونید به تو توییتر بزنید کاردی بی میاد بعد اتفاقی که افتاد تو توییتر یه طوفان توییتری رو افتاد دیگه همه شروع کردن برای حمایت از این خانم عکس خودشونو گذاشتن اه. یعنی اصلا دیگه ملت شروع کردن اصلا توییتر رو ببین روم نمیشد وا کنم یعنی توییتر رو وا میکردی با دو تا این سایت های چیز تقابل اف آره فور ورک خلاصه خیلی جالب بود این اتفاقی که افتاد این خانم کاردیبی بعدش اومد توضیح داد که آقا من اشتباه کردم اینا برای حمایت از ایشون همه بانوان حالا بانوان که ولی خیلی از بانوان دارن عکس خودشونو میذارن که من احساس میکنم مثلا اینا منتظر بودن یه اتفاق بیفته چون خیلی عکس آماده است یعنی یعنی همه مثلا در عرض یه ساعت دیگه توییتر کامل پر شده بود یه نه خب عکسای شخصی خب دارن افراد از خودشون احتمال خود نه ندارم خودم مثلا یاد یه با ایمان فکر کنم آره این ایمان یا بسم الله دو سال پیش تو شب سالانه داشتیم رانندگی میکردیم بعد نمیدونم سر چالو سر رو برگردیم تو ماشین بغل یه خانم بود فکر کنم دوست پسر شوهرش هم کنارش بود یه دفعه یاد نیست داد بالا من و ایمان اینطوری من نه چرا چرا بودی رو به شما رو به ما تروماتایز شده یادت میاد سال نو بود چرا سال 9 میلادی میلادی دو سال پیش او آره 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 ما یه عقب تر بودیم یعنی من اون ویوی که باید رو نداشتم متاسفانه <laughs> خیلی دومی رو براتون بگم از فلوریدا به خاطر اینکه فرزاد همیشه فلوریدا رو میره این فلوریدا براتون برم بعدیشم که براتون ببین یه یه بعضی جاها هست استرالیا نه نه او واسه بگو اسمش رو بعضی جاها هست نمیدونم خیلی تو اخبار میاد حالا من واقعا بهش حق میدم فلوریدا دو خبر رو من یک انتخاب کردم وقتی که مثلا یه نفر تعرض جنسی میکنه بعضی موقع میان یه محله رو درست میکنن تمام اینا رو میذارن یه جا که بتونن روشون کنترل داشته باشن روشون بکنن و اینا فلوریدا می همچین محله همه کسایی که تعرض جنسی کردن مثلا بعد رفتن از توی زندان از شهر. که میان آره از زندان آه. که میان بیرون به خاطر که بتونن کنترلشون بکنن چون خیلی جواب به اینجا افراد خونه و اینا نمیدن به خاطر اتفاقی افتاده یه محله ای درست میکنن برای کسایی که سابقه دارن فلوریدا می همچین جایی داشته یه آقایی که در فلوریدا زندگی میکنه میره دم خونه یکی ای از اینا نفت میریزه دور خونهش میگه میخوام باربیکیوت بکنم <تصفح> ببین با شروع میکنه نفت ریختن سیگارم تو دستش بوده دیگه گفته میخوام باربیکیوت بکنم اینجا و فلان و اینا دیگه پلیس میاد میگیرتش ای ببین این فلوردا واقعا میخواد دو... به سیخ بکشه یارو نه اصلا کوتش اینه که میخواست با باربیکیو بار با بکنه میخواسته باربیکیو بکنی ها آره. رو بخور خلاصه گرفتنش و یه آقای میان سالی هم هستن زیاد مثلا قیافه یه بدی هم نداره نفت و سیگار خیلی طول باید بنزین میریخ بنزین حالا نوشته بخنی... گس من نمیدونم منظورش بنزین. بنزینه بنزین نفت دسترسی نداری کجا نفت میاری ایران نفت زیاد میخوایم ببینیم چون یه ساعت و روب شده که داریم اپیزود میریم دیگه داره خیلی طولانی میشه بفرمایید تو چیز نداشتی دیگه اکتر نده نه این افتاده خیلی هم عالی بخواد میزنید دکمه اونو مرسی که ما گوش شدید ما توی تمام فضای مجازی اسم ما خودکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی که برمیگردیم فرا خدافز خدافز خدافز, خدا